دو تا پایه داشته که اینجا چرخ چاروش قرار می گرفته و اینجا هم صندلی بوده و اینجا می نشستن. خوش اومدید دوستان به یه ویدیو دیگه. اولین جایی که توقف کردیم توی مسیرمون به بندر سیراف کنار کاخ دژ دختر فیروزآباد هست. یه چیزی رو میخوام اینجا بهتون نشون بدم، خاطر همین وایسادیم. این راه قدیمیه که از سمت شیراز به سمت شهر گور و از شهر گور هم به سمت بندر سیراف میرفته. بابا هم امروز افتخار داده اومده بعد از مدت ها. باز بابا خیلی ها میپرسن چرا نمیای. من نمیارم دیگه، خودت نمیای، راست بگو. والا وقت نمی‌کنیم. مسیری هم که علی میره بعضی وقتا طولانی میشه، باعث میشه که ما به کارمون نرسیم، مجبوریم که نیایم. بعضی وقتا هم خیلی دوست داریم بیایم ببینیم همه جا. ادامه مسیر تقریبا 2-3 کیلومتری که میان جلوتر به سمت فیروزآباد، اینا را قبلا نشون دادم توی ویدیو کاخ اردشیر بابکان. این پل ساسانی، پل مهنرسه که این جاده که این قسمت بوده، میرفتن اون طرف از اون ور ادامه میدادن میرفتن به سمت کاخ اردشیر و شهر گو. مسیر باستانی استخر به سمت بندر سیراف از کنار کاخ اردشیر بابکان و شهر دایره اردشیر خوره، اولین شهری که به دستور اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی ساخته شد رد میشه. در مسیر حرکت از شهر اردشیر خوره به جم و بندر سیراف، آتشکده ها و کاروانسرای کنارسیا نشون از رونق این مسیر در گذشته های دور میده. رسیدیم سیراف، مستقیم اومدیم اقامتگاه. صبح بخیر از روز دوم سفر به بندر زیبای سیراف. زود بلند شدیم بریم طلوع ببینیم ببینیم یا نه. شانس ما هر وقت زود بیدار میشیم ابری هوا خورشید نمیاد بالا. بندر سیراف 250 کیلومتری شرقی شهر بوشهر در شهرستان کنگان قرار داره. نام این بندر در سال 2008 میلادی از بندر طاهری به نام تاریخی خودش یعنی سیراف تغییر پیدا میکنه. در زمان اردشیر بابکان با وجود اختلالات در مسیر جاده ابریشم، اردشیر در جستجوی مسیری امن برای واردات و صادرات از چین و هند، سیراف را به دلیل نزدیکی به مرکز امپراتوری ساسانی به عنوان مبدأ راه دریایی ابریشم
انتخاب میکنه. طبق اسناد تاریخی و کشفیات باستانشناسی، سیراف از اواخر دوره ساسانی تا اوایل سده نهم میلادی پر رونق ترین بندر تجاری ایران بوده. کشف سکه هایی از اسپانیا، عمان، زنگبار، چین، هند و امپراتوری بیزانس گویای اهمیت این بندر تاریخی در دوره اوج و شکوفایی بوده. تعداد زیادی از جغرافیا نویسان از سیراف دیدن کردند. نکته مشترک همه نوشته های این افراد در مورد سیراف، ثروت مردم، زیبایی بناها، رونق بازرگانی و گرمای شدید این بندر بوده. مقدسی جغرافیدان عرب در کتاب خودش در سال 985 میلادی بندر سیراف رو چنین توصیف میکنه. سیراف در آن هنگام دروازه چین و خزانه پارس و خراسان بود و در همه کشورهای اسلامی عجیبتر و زیباتر از خانه های آن ندیدم. اولین جایی که اومدیم توی بندر سیراف بریم، مهمترین جایی هست که توی این منطقه هست که به عنوان بزرگترین ذخیره‌گاه منبع آب شیرین میشناسنش توی دوره باستان البته و ازش استفاده میکردن. این پشت دقیقا بندر سیراف، یک کوهی وسطشه، اینجا هم دره لیر بهش میگن. خب از همین اول من توضیح بدم، این منطقه‌ای که دارید می‌بینید، این قسمت کامل تراشیده شده، سنگش کامل اومده پایین. الان این قسمت، این سنگی که اینجا می‌بینید مشخصه که تراش خورده اومده پایین تا این سطح رو شیبدارش کنن، این حوضچه‌های سنگی رو توش درست کنن تا موقعی که بارون می‌زد آب توی این حوضچه‌ها جمع بشه، بعد نفوذ کنه توی زمین، بعد از طریق چاهایی که توی هر قسمت زدن، حالا این یکیشه، یکی از چاه هست، حدوداً 145 مترم عمقشه، آبی که توی این قسمت ها بوده، توی این حوضچه ها بوده، نفوذ میکرده تو زمین، ذخیره میشده توی این چاهایی که بوده و استفاده میکردن برای زمان کم آبی. یکی از دلایل به وجود اومدن شهرها و روستاها وجود آب در اون منطقه است. مهندسین ایران باستان با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی این منطقه، سازه‌ای رو طراحی و اجرا کردند تا حجم زیادی از آب باران در فصل پربارش رو برای فصول کم بارش ذخیره کنند. تا قبل از کاوش‌های باستان شناسی، هنوز کسی دلیل ساخت این حوضچه‌های مستطیلی رو نمی‌دونست، طوری که بیشتر مردم اینجا رو گورستان تاریخی می دونستن. ولی بعد از کاوش‌های باستانی، پرده از راز این سازه‌های آبی عظیم و مهندسی شده برداشته شد. سازه‌ای که هنوز بعد از 2000 سال قسمت زیادی از اون سالم مونده و در اکثر چاه‌ها هنوز آب شیرین وجود داره. علاوه بر این چاه‌ها، تعداد زیادی آبنبار برای ذخیره آب ساخته شده بوده. Thank you.
کف این اوسر نگاه کنید به چه شکله درست کردن. مرده اصلا تو این جا نمیشه، مناسب مرده نبوده، سبک هم کندن همون به خاطر این جنس سنگی که بوده آب راحت توش نفوذ میکردن. میدونستن اون زمان که جنس سنگ این منطقه چیه، به خاطر همین اومدن استفاده کردن ازش. برای دسترسی بهتر هم حالا زمانی که میخواستن از همین حوضچه‌های مستطیل استفاده کنن، این راه پله‌ها رو ساختن تا بالای کوه که پیر و جوون و زن و مرد همه بتونن برن این بالا و دسترسی داشته باشن. این هم یه چاره دیگه. آره تو سنگ همه رو تراشیدن رفتن پایین. این قسمت هم گوردخمه دره لیره. حالا چند تاش اینجا تو این دره زیاده، اونا رو حالا بهتون نشون میدم. استخاندان بهش میگن یا استودان، برای زرتشتی ها استفاده میشده. این چاهیه که هنوز آب داخلشه، دو تا پایه داشته که اینجا چرخ چاروش قرار میگرفته و اینجا هم صندلی بوده و اینجا مینشستن و حالا یا با دست یا با پا کمک میکردن این چرخ چار میکشیدن، آب از چاه میکشیدن و یک نفر اونجا آب میگرفته. هنوز آب هم داخلشه، برق میزنه. نگاه چاهایی که زدن هم از بالا اگه نگاه کنید ببینید این قسمت رو براش درست کردن که آبی از بالا میاد با شن و ماسه و حالا سنگی که میاره پایین دیگه نره داخل چاه تخریب کنه، پر بشه چاه. این قسمت نسبت به این قسمت رو ببینید تقریبا برابر بوده، تراشیده شده، اون بالاش خاک بوده، خاک رو برداشتن رسیدن به سنگ، اومدن پایین تر که محوطه ای درست کنن که آب توش بتونن جمع کنن. بعد این چاه ها و این حوضچه ها رو درست کردن. تا چند سال پیش هم حدودا فکر کنم 20 سال پیش از آب همین چاه ها بر سیراف استفاده میکردن که دیگه بعد از اینکه سد زدن آب سد رو آوردن برای شهر سیراف، شهر بندری. آب برای مصرف شهر هنوز پمپش روشه، پمپ گذاشتن روش باش و پمپ آب میکشیدن. در بندر سیراف به خاطر مراودات تجاری با کشورهای مختلف پیروان مذاهب گوناگونی مثل زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان در کنار هم زندگی می کردن. گورستان دره لیر نمونه ای از گورهای زرتشتیان، مسلمانان و دیگر ادیان را در خودش جای داده که نشون از تنوع دینی و فرهنگی این بندر می ده. سمت حوضچه‌ها رو بهتون نشون دادم، باز از این طرف اومدیم این طرف دره، یه سری حوضچه هم باز اینجا هست. یه چیزی که اینجا دیدم این الان جهت شرقی غربیه و روش هم میبینید بسته بوده و ازش به عنوان آرامگاه استفاده کردن. احتمالا تو همون دوره‌ای که اینجا زلزله میاد قرن نهم و دهم میلادی از یه سری از این حوضچه ها به عنوان آرامگاه استفاده کردن. الان تفاوتی هم که داره این کنارشون میبینید لبه داره، اون حوضچه های اون سمت لبه نداشت. بازی چند تا اینجا بهتون نشون بدم. اینجا میبینید این لبه ها این طرف دخمه های زرتشتی بوده مال قبلتر و اینجا هم که آرامگاه های اسلامی. این سنگی هم که اینجا تراش نخورده
ازش به عنوان آرامگاه استفاده کردن. دو تا آرامگاه بودی کنار هم دیگه، سنگش هم سنگ روی هم مونده، میبینید کامل بسته بوده، دو طرفش هم که میبینید تراش داده بودن که سنگو بذارن داخلش، سنگو بذارن روش. جالبه کاملا هم تراش دادن. اینم باز شرقی غربیه، این چاه هم متفاوته با بقیه چاه ها، دلیلش نمیدونم ولی حالا استفاده برای چی میشده رو نمیدونم، ولی چطوری کندنش هم دیگه اصلا این چیز عجیب غریبیه دیگه. به این کوچیکی چجور کندنی همه تو سنگ رفتن پایین؟ 80 سانت حدودن طولشه، 80 در 40 حدودن. احتمال خیلی زیاد حوضچه‌های این طرف به عنوان آرامگاه استفاده شده، چون همشون توی دیوارها تراش خورده و اون سنگ میذاشتن روشون. مشخص اینجا آخ نخوریم زمین. اینا باز یکی دیگرش، باز یکی دیگه، یعنی آوار اومده روشا. اینا الان این باز مشخصه اینجا کامل بسته بوده، بازش کردن. کل این دره ای که اون طرف حوضچه است، این طرف هم حوضچه که بعداً تبدیل به آرامگاه اسلامی شده، داخل این کامل دخمه. میبینید کل اینا دخمه بوده، همشون هم بسته بوده درش، یه باز شده غارت شده توی دوره حالا خاصی. یک نمونه شو بخوام بهتون نشون بدم، این یکیه، میبینید درش با سنگ و گچ بسته بودن، باز شده. تعداد زیاد دخمه در این دره نشون از جمعیت بالا، رونق و آبادانی این بندر در گذشته های دور میده. هر گوشه ای رو که نگاه کنی تعداد زیادی دخمه در دیوار کوه کنده شده. کمتر جایی در ایران این تعداد از استودان و دخمه رو میتونید ببینید. حدوداً 5000 تا، حالا یه عده میگن 7000 تا، یه عده میگن 8000 تا حوضچه اینجا ساخته شده. این قسمت رو تراش دادن، میبینید این جای قلم ها مونده، یه فضایی به این شکل درست کردن. تو دیواره 3 تا مربع بزرگ، 2 تا کوچیک و یه مثلث بالا. سقف هم که کامل دوده زده. باز یه تاخچه هم اون طرف. کاربری چی بوده؟ نمیدونم دیگه. یه تاخچه هم اینجا هست. این سوراخ‌هایی که زدن فکر کنم احتمال داره به خاطر انعکاس صدا زده باشن. شاید یه نیایشگاهی بوده اینجا، یا یه همچین چیزی، یا آرامگاه بوده.
مساحت محدودی که کوه رو تراشیدن به طور تقریبی چیزی حدود 80,000 متر مربع است. ارتفاع تقریبی تراش سنگ برای رسیدن به بستر مناسب هم بین 2.5 تا 3 متر. حدود 140 حلقه چاه با عمق بین 20 تا 140 متر در این دره وجود داره که آبهای ذخیره شده در این حوضچه ها به این چاه ها نفوذ می کرده. به دلیل شدت بالای باران های این منطقه در مدت زمان کوتاهی حجم روان آب زیادی جاری می شده. با تراش این حوضچه ها و ساخت آب انبارها در مسیر حرکت آب از هدر رفتن این آب جلوگیری کردند و تا حد زیادی تونستند برای استفاده خودشون ذخیره کنند. آب شیرینی که در این چاه ها و آب انبارها ذخیره می شده علاوه بر تأمین آب مورد نیاز اهالی بندر سیراف برای فروش به کشتی های تجاری هم استفاده می شده. به نظرتون چه اراده‌ای پشت این کار بوده که همچین شاهکاری رو از خودشون به یادگار گذاشتند؟ سازه‌ای که نمونه اون رو شاید در هیچ کجا پیدا نکنید. قسمت هم سنگ تراش خورد ولی حوضچه‌هاش ساخته نشده، داشتن روش کار میکردن، احتمالا تراش شدن که دیگه حالا اتفاقاتی افتاده که دیگه کار به اتمام نرسیده. این بنا هم یه آتشکده بوده احتمالا که توی دوره اسلام اون چهارتاقیش بسته بوده، چهارتاقی بوده در اصل گنبد داشته و درش هم بستن نمیشه رفت داخل. توی دوره اسلام حالا تبدیل به یه مسجدی یا چیز دیگه شده. این سازهایی که اینجا دارید می‌بینید قسمتی از دیوارهای خونه‌های عیانی سیراف بوده. مسجد جامع سیراف یکی از قدیمی ترین مسجدهای ایران به حساب میاد، روی یه دژ ساسانی هم بنا شده بوده. اینجا اون قسمت ها کاملا پر بوده. این دیوارهای اینجا رو اگه ببینید اینا به احتمال زیاد همون مال دژ ساسانی هست. کف مسجد اینجا بوده که این زیر ستون ها هست، میبینید شبستان بوده اینجا. اینجا الان اینجایی که من وایسادم کف مسجد میشده. این هم ستون بوده که سقف داشته و شبستان بوده. اون طرفش هم شبستان باز چهار طرف. ببینید اونجا شبستان، شبستان وسط هم که حیات مسجد میشده. این دیواری که دارید می‌بینید دیوار ساحلی بندر سیراف بوده، دیوارهایی که همون زمانهای گذشته
که بندر رونق داشته ساخته شده و نشون میده که این سمتی که من هستم الان سمت دریا دیگه هیچ سازه‌ای نبوده، آخر بندر پشت این دیوار ساحلی بوده. اون زلزله‌ای که اتفاق میفته باعث میشه که اسکله و لنگرگاه کشتی از بین بره و باعث از رونق افتادن این بندر زیبا بشه. آخرین دوره رونق و آبادانی بندر سیراف در زمان آلبویه بوده. بخش بزرگی از رونق بازرگانی بندر سیراف مدیون استان پرثروت فارس بود که خود این بندر یکی از شهرهای اون به شمار می رفت. در گذشت عضدالدوله دیلمی در سال 982 میلادی آرامش فارس و بندر بزرگ بازرگانی اون یعنی سیراف رو دچار تزلزل می کنه. در چنین شرایطی طبیعی بوده که کار بازرگانی نمیتونست رواجی داشته باشه، زیرا بازرگانی بیش از هر چیزی به ثبات و امنیت منطقه نیازمنده. آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی، عدم ثبات حکومت، جنگ، قتل و غارت، ناامنی شهرها و راه‌ها همه فارس رو به ویرانی برد و سیراف نیز بیش از دیگر شهرها زیان دید. شاید بتونیم بگیم زلزله سال 976 یا 977 میلادی و اوضاع آشفته سیاسی اواخر حکومت آلبویه یکی از دلایل از رونق افتادن این بندر تاریخی بوده. از سیراف اومدیم سمت عسلویه و خلیج نایوند. الان ساحل ماسه‌ای خلیج نایوند هستیم. جاتون حسابی خالی. دوما و همزار دل آب فعلا قدمی داره میزنه. اومدیم سمت ساحل صخره نایوند. خورشیدم کم کم دیگه داره غروب میکنه، بی‌نظیر شده، خیلی قشنگ شده، جای همتون خالی.
یکی دیگه از آثار تاریخی سیراف قلعه نسوری هست که قدمتش به دوره قاجار برمیگرده. این قلعه سال 1809 میلادی روی تپه مشرف به دریا توسط شیخ جبار دوم پدر بزرگ شیخ ناصر نسوری بنا شده. دلیل اهمیت این قلعه به خاطر گچبری های زیبای نمای داخلی این قلعه است، ولی الان در حال مرمت هست و متاسفانه اجازه تصویربرداری از اون رو نداشتن. بار سوم اومدم اینجا تصاویر رو بگیرم، یه سری تصویر کم داشتیم دیگه، داریم میریم از سیراف. چطور بود بابا؟ عالی، خیلی واقعا جای بسیار جالبی، واقعا دیدن داره. آدم تعجب میکنه این همه زحمت، این همه تلاشی که برای بقا توی منطقه کنار دریا برای زندگیشون انجام دادن. شاید بتونیم بگیم که جزء عجایب هفتگانن. واقعا که میشه گفت جزء عجایب هست. پیشنهاد میکنم حتما بیایید اینجا، میتونید بیایید فرودگاه عسلوی از تهران یا فرودگاه های دیگه و راحت تا عسلوی هم تقریبا 35-40 کیلومتر راهه، میتونید بیایید اینجا و بازدید کنید. امیدوارم که لذت برده باشید. دو تا ویدیو هم میذارم بالا، ویدیو روستای قلعه بالای سمنان و ویدیو کاخ اردشیر بابکان که توضیحاتش رو اول ویدیو دادم. حتما اون دو تا ویدیو رو هم ببینید، لایک و کامنتیاتون نره که کمک کنید به بیشتر دیده شدن ویدیوها. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. دمتون گرم.